بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقتتون بخیر. عظم الله اجورکم. عرض تحیات دارم به پیشگاه مقدس و منور آقا صاحب العصر و الزمان و همچنین خدمت شما عزیزان ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را. ان شاء الله که هر کجای دنیا هستید به زودی مشرف بشیم برای زیارت قبور ائمه بقیع و حرم بقیع ان شاء الله. از کربلای معلا برنامه معراج رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و با افتخار در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمن هستم. سلام علیکم جناب. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عظم الله اجورنا و اجورکم. خدمت همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب داریم. ایام شهادت مظلومانه حضرت زهرا علیه السلام را محضر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تسلیت عرض میکنیم. سلامت باشید دوستان عزیز. انشالله همراه برنامه معراج باشید از طریق فیسبوک و یوتیوب تلویزیون امام حسین علیه السلام. روایت برنامه تقدیم به شما عزیزان میشه. بعد از اون در خدمت جناب استاد بهره‌مند هست. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين. از كلام نورانية حضرت زهراء عليها السلام که فرمود و اشهد ان ابی محمدا عبده و رسوله، این مطلب استفاده می شود که ذکر خوبی های والدین به واسطه فرزندان این یک امر محبوب نزد خدای عز و جل و یک امر مستحبیه و برای انسان دارای ارزش و دارای فضیلت. و روایات ما هم در این جهت فراوان، از جمله در کافی شریف از محضر امام صادق علیه السلام این روایت نقل شده که حضرت می‌فرماید ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیه حیین او میتین. چه مانعی هست برای یک انسان که نسبت به والدین خودش نیکی کنه؟ یعنی باید انسان نسبت به والدین خوبی کنه، باید نسبت به اونها احسان داشته باشه. می‌فرماید چه والدین در قید حیات باشن یا از دار دنیا رفته باشن و در رحمت الهی قرار گرفتن، وظیفه دارد انسان نسبت به اونها خوبی کنه، نسبت به اونها نیکی کنه. یادش نره والدینی داشته، به یاد اونها باشه و کارهایی برای اونها انجام بده اگر از دار دنیا رفته باشن. چکار کنه؟ امام صادق علیه السلام می‌فرماید یصلی عنهما، برای اونها نمازی بخونه. اگر از اونها نمازی باقی مونده، نمازی خونده نشده، نمازهای اونها را براشون به جا بیاره. بله. یا نه
نمازهاشون خوندن، اما مستحبه که انسان نمازی بخونه و ثوابش رو برای اونها هدیه کنه. یصلی عنهما، یتصدق عنهما، از طرف اونها صدقه بده، کمک کنه به محرومین و ثوابش را هدیه کنه برای پدر و مادر. یحج عنهما، حج بره به نیابت والدین. یصوم عنهما، به نیت والدین روزه بگیره. با این کار میفرماید فیزید الله عز وجل به بره و صلته خیرا کثیرا. خدای تبارک و تعالی هم این اعمال این فرزند را نسبت به والدین، این اعمال او را نادیده نمیگیره و بهش اجر میده، بهش پاداش میده. به واسطه همین خوبی کردنش به والدین و همین ارتباطش با والدین، خدای عز و جل خیر فراوانی، خیر کثیری بهش عطا میکنه و مرحمت میکنه. روایت دیگری از آقا امام باقر علیه السلام میفرماید گاهی بنده از بندگان خدا نسبت به والدینش در وقتی که اینها زنده بودند و در قید حیات بودند، اینها نسبت به اونها محسن بود، نیکوکار بود، خوبی میکرد به والدین وقتی که در دنیا بودند. بعد که مرحوم میشن و از دنیا میرن دیگه اینها را فراموش میکنه. فلا یقضی عنهما دیونهما، دینی که به عهده والدین بود را ادا نمیکنه. والدین بدهکار مردم بودن، بدهکار خدا بودن، دیون اونها را اصلا فراموش میکنه، نادیده میگیره. با اینکه وقتی که در قید حیات بودن خدمت والدین میکرد. ولا یستغفر لهما، و برای اونها طلب مغفرت نمیکنه. یعنی فضائل والدین رو اصلا نادیده میگیره، که ان لم یکن فرض میکنه. میفرماد این شخصی که در قید حیات نیکوکار بود نسبت به والدین، اما بعد از وفاتشون چنین شده و اونها رو کلا فراموش کرده و دیگه یاد نمیکند، یکتبه الله عاقا، خدا این شخص رو به عنوان عاق والدین حساب میکند. یعنی این حق والدین را دیگه رعایت نکرده و رابطه اش را با والدین چی کار کرده؟ قطع کرده. عاق والدین، عاق والدین شدن یعنی ارتباط را با والدین ببره و قطع کنه و این درست نیست. حقوق والدین یکی از معاصیه، یکی از گناهانه. برعکس فردی را مثال میزنن آقا امام باقر علیه السلام که این وقتی والدینش بودن هیچ خدمتی به والدین نمیکرد، اونها را ترک کرده بود و عاق حساب میشد نسبت به والدین، حق والدین را ادا نمیکرد. اما وقتی از دار دنیا رفتن این منقلب میشه، سعی میکند اون چرا که کوتاهی ازش صادر شده نسبت به والدین و خوبی کردن به والدین را شروع میکنه تلافی کنه. وقتی از دنیا میرن قضا دینهما، دینی که بر عهده والدین بوده اون را ادا میکنه. نمازی نخوندن، نماز براشون میخونه. روزه نگرفتن، روزه میگیره. خمسی بدهکارن، خمس مالشون را ادا میکنه. به مردم مدیون بودن، بدهکار بودن، دینشون را میپردازه. واستغفر لهما، و برای اونها طلب مغفرت میکنه. خدای عزوجل این شخص را به عنوان یک انسان بار، یک انسان نیکوکار نامش را می نویسد. با اینکه قبلا وقتی که اونها در قید حیات بودن او عاق والدین بود، اما الان رابطه اش را با والدین حفظ کرد
بعد از وفات به خاطر همین حفظ ارتباط با والدین، حال او از عاق والدین تبدیل شد به انسانی که نسبت به والدینش نیکوکار است و نسبت به والدینش دارای احسانه و بالوالدین احسانا. این درسیه که از محضر حضرت زهرا سلام الله علیها در این قسمت از خطبه نورانیشون میتونیم ما استفاده کنیم و برداشت کنیم. مطلب دیگر این است که میفرماید ابی محمد، نام پدر را حضرت ذکر میکنن، یعنی اکتفا نمیکنن به گفتن ان ابی عبده و رسوله، بلکه میفرماید ان ابی محمد. این بردن نام محمد برای اینکه نام مقدسیه، مقدسترین نامی که اولیاء خدا، انبیاء و مرتبطین با خدای عز و جل دارن، مقدسترین نام ها نام مبارک محمد صلی الله علیه و آله. حضرت میخوان به ما یاد بدن که باید در کارهامون، در شروع کارهامون تبرک بجوییم به نام مبارک محمد صلی الله علیه و آله. و مستحب اصلا که انسان برای فرزندان خودش نام محمد را اختیار کنه. در اهمیت این نام میفرماید آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اذا سمیتم الولد محمدا فاکرموه، اگر فرزندی از فرزندانتون را به نام محمد نامیدید او را اکرام کنید، احترامش کنید، گرامیش بدارید، جور دیگری باش رفتار کنید به خاطر نام مقدس محمدی که این شخص داره. و وسع له المجالس، در مجالس، در جلسات برای او جا باز کنید، او با دیگران به خاطر نام مبارک رسول الله با دیگران این فرق و این امتیاز را دارد، براش جا باز کنید. ولا تقبح له وجها، و برای او چهرتون را در هم نکشید، با بد اخلاقی باش رفتار نکنید، رو ترش نکنید به چهرش به خاطر نام مبارک محمد صلی الله علیه و آله. در روایت دیگری آمده میفرماید هر گروهی که هنگام مشورت شخصی را والد مشورت خودشون میکنن که نامش محمده یا نامش احمده، احمد نامی، محمد نامی را هم وارد جلسه مشورت خودشون میکنن تا از نظر او هم در مشورت استفاده کنن، میفرمایید به برکت حضور این شخصی که نامش محمده خدای تبارک و تعالی خیر را برای اونها مینویسه و راه خیر را برای اونها نشان میده، چون اونها میخوان مشورت کنن تا راه خیر و صلاح را با مشورت پیدا کنن. اگر در بینشون محمد نامی بوده باشد، حضور او سبب می شود خدا دریچه خیر را به روی اونها باز کنه. در روایت دیگری آمده می فرماد اگر سفره پهن بشه، سفره خوراکی غذایی پهن بشه و محمد نامی یا احمد نامی بر سر اون سفره حاضر بشه، خدای تبارک و تعالی برای اون سفره و برای خانه اون سفره و اهل اون خانه در هر روز دو مرتبه این خانه را مورد تقدیس خودش قرار میده، یعنی باعث پاکی و باعث مبارکی این سفره می شود. حالا اگر محمد نامی نبود که کنار سفره ما باشه و ما خواسته باشیم سفره مبارکی و پر نوری و پرخیری داشته باشیم،
شروع غذامون در کنار این سفره با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد انجام بگیره، که این ذکر محمد و آل محمد برای شروع هر امری کلید حل مشکلاتی که خدای عز و جل خطاب کرد به حضرت آدم سلام الله علیه، که ای آدم هرگاه مشکلی برای تو پیش آمد و خواست مشکل برات برطرف بشه، نامهای مقدس و مبارک محمد و آل محمد را بر زبان جاری کن و این ارزش نام محمد را برای ما بیان میکنه. بله. روایت دیگری باز اینجا هست از آقا حضرت امام صادق علیه السلام، میفرماد و علم انه لیس فی الارض دار فیها محمد الا وهی تقدس کل یوم. هر خانه‌ای که درش نام محمد باشد، در هر خانه، اون خانه خانه مقدس و پاکی خواهد بود و اون خانه دارای برکت می شود به برکت وجود کسی که نامش محمد و این را حضرت زهرا علیه السلام به ما آموخته در این قسمت از خطبه. بعدش می فرماید اختاره و اجتباه قبل ان یرسله یا قبل ان ارسله. خدای عز و جل قبل از اینکه پیامبرش را در رسالت مبعوث کنه در عالم نور، این پیامبر عظیم الشأن را انتخاب کرده و او را برگزیده از بین تمام اولیا و از بین تمام مخلوقات، تنها برگزیده او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. باید بدونیم که مسئله رسالت و بعدش مسئله امامت و نبوت اینها اموریه که اختیارش با خدای تبارک و تعالی، انتخاب نبی و اختیار رسول و تعیین امام بر عهده بندگان خدا گذاشته نشده. خدا جاعل است، خدا تعیین کننده است، خدا انتخاب کننده است. دیگران وظیفه دارن بپذیرن، وظیفه دارن بله ایمان بیارن و وظیفه دارن تسلیم بشن. لذا قرآن کریم در مورد جعل خلیفه میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفه. تعیین خلیفه که خلیفه گاهی به صورت نبی خداست، گاهی به صورت رسول خداست و گاهی به صورت ولی خداست. تعیین خلیفه تنها از جانب خداوند، بله تنها به اختیار خدای تبارک و تعالی. یا میفرماد انی جاعلک للناس اماما، من تو را برای مردم امام قرار میدم. در مورد اختیار خداوند پیامبر اکرمش را روایات فراوانی داریم. بله. چند تا روایت را محضرتون عرض می کنم. در بحار شریف از جناب جابر، جابر انصاری سلام الله علیه، او میگوید من عرض کردم محضر رسول مکرم صلی الله علیه و آله اول شیء خلق الله تعالی ما هو، خدمت رسول الله عرض کردم که خدای عز و جل اول مخلوقی را که آفرید اون چیه، اون کیه، اول مخلوق خدای عز و جل چیه. معلوم باشه اولا که اول مخلوق خدای عز و جل باید مخلوق اشرف باشه، مخلوق برتر باشه، چون اختیار خدا اختیار از روی علم، اختیار از روی حکمت، اختیار از روی اختیار و مشیت و از روی اراده و از روی مصلحت. بنابراین مختار اول خدای عز و جل باید بهترین
اختیارهای خدای تبارک و تعالی باشد و باید اشرف از همه باشه. خب در این باره سوال میکنه جابر، مثل اینکه متوجه هست که باید اول مخلوق مخلوق اشرف باشه، لذا از مصداق این مخلوق اشرف میپرسه که اول مخلوق خدای عز و جل کی بوده. فرمود نور و نبی که یا جابر، اول مخلوق خدای عز و جل نور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، خلقه الله، خدای عز و جل مستقیما بدون واسطه او را آفریده، سایرین سایر مخلوقات با واسطه خلق شدن، اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و همچنین ائمه هدا علیهم السلام و حضرت زهرا طبق روایاتی که بعد انشاءالله میخونیم، اینها مختار اولی خدای تبارک و تعالی هستند، یعنی مختار بی واسطه، یعنی فرق را برداشته. وقتی که واسطه برداشته شد، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، اینها عبد مطلق خدای تبارک و تعالی هستند و عبد مطلق هر چه دارد از خداست، خدای تبارک و تعالی داراست. میفرماد خلقه الله، او را خداوند آفرید، ثم خلق منه کل خیر، و از این نور اول خدای عز و جل هر خیری را در عالم وجود و هستی آفریده، هر خیری از آن پیغمبر و از آن آل پیغمبر، چه کسی بداند چه نداند، چه قبول بکنه چه قبول نکنه. در زیارت جامعه کبیره میخونیم ان ذکر الخیر کنتم اوله، اول خیر شمایید، اصل و ریشه هر خیر شمایید، فرع و شاخ برگ هر خیر شمایید، معدن هر خیر شمایید، اول هر خیر شمایید، بازگشت هر خیری به سوی شماست. بنابراین خیری در عالم نیست الا اینکه مربوط به محمد و آل محمد، آل محمد، بس همه اهل عالم سر سفره جود و کرم و احسان محمد و آل محمد، آل محمد قرار دادن، لذا ذکرشون بالاترین اذکار روایت دارد که سنگین ترین عملی و ذکری که در میزان قرار داده می شود، ذکری بالاتر از ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد وجود ندارد. روایت دیگری باز از همین جناب جابر انصاریه و در بحار شریفه، مثل روایت قبلی که در بحار بود، این دوتا روایت در جلد 15 بحار انوار علامه بزرگوار علامه مجلسی نور الله مرقده. بله، جابر از قول حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله نقل می کند که حضرت می فرماید اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدای عز و جل آفرید و از خود ظاهر کرد که مظهر خدای تبارک و تعالی است و مظهر صفات خدای تبارک و تعالی است و شناختن خداست و تقرب بهش تقرب به خدای تبارک و تعالی است. می فرماد اول ما خلق الله نور، اون نور من بود ای جابر، نور من خاتم الانبیاء، ابتدعه من نوره، یعنی او را از نور خودش آفرید، نور خدا نور پیغمبره، و اشتقه من جلال عظمته، مشتق کرد جدا کرد این نور را از مقام جلال عظمت خدای تبارک و تعالی. بنابراین این نور نور جلیله، بلکه نور
اجله، نور اعظمه، که در روایات دارد که خدا رو به اسم اعظمش یاد کنیم. اللهم انی اسالک باسمک العظیم الاعظم علی عز الاجل الاکرم. این همون نور محمد و آل محمد و حضرت زهرا علیه السلام دارن این مطلب را به ما تعلیم میدن که بدانید حضرت محمد صلی الله علیه و آله او مختار و اختیار شده از طرف خدای تبارک و تعالی و او را برگزیده قبل از اینکه پیامبر باشد و قبل از اینکه او را به عنوان رسول بفرستد به سوی بشریت. قبل از آن خدای تبارک و تعالی او را انتخاب کرده و او را برگزیده است. خیلی ممنونم آقا، خیلی متشکرم ازتون. دوستان عزیز انشالله بفرمایید میان برنامه ببینید، بعد از میان برنامه در خدمت هست. وقت شما بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان برنامه معراج. الحمدلله بخش دوم برنامه رو میتونیم تقدیم شما عزیزان بکنیم و همینطور که میدونید بخش دوم بخش سوالات شما عزیزان هست. در این دقایقی که تا پایان برنامه فرصت داریم این چندین سوال رو من بپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، زمانی که عقد من و خانمم را می‌خواندند من و همسرم حضور نداشتیم. پدرم و برادر خانمم هر دوی آنها رفتند نزد آخوند محل و عقد ما را خواندند. آیا این عقد درست است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر این دو نفر به عنوان وکیل این کار را انجام دادند و خطبه عقد با وکالت زن و شوهر انجام گرفته باشد، عقد صحیحه، ایرادی ندارد و حضور زوجین در هنگام خطبه عقد این لازم نیست. میشه به وکالت در غیاب زوجین صیغه عقد اجرا بشه و خونده بشه و ایرادی ندارد انشاءالله. آیا خواندن عقد نکاح در هنگام عادت ماهانه صحیح است؟ بله، شرط صحت صیغه عقد، خطبه عقد، شرط صحتش پاک بودن زن از عادت ماهانه نیست. ولو مبتلاست به عادت ماهانه خدمتون عارضم میشد این خطبه عقد را جاری کرد. برای بطلان سحر و جادو چه باید کرد؟ از مجموعه روایاتی که در خدمتشون هستیم استفاده میشد که برای بطلان سحر راههایی وجود داره. ائمه هدا علیهم السلام این راه ها رو به ما آموختن. بله. اولا معلوم باشد که سحر حرامه، یاد گرفتنش حرامه، استفاده کردن ازش حرامه. حالا اگر کسی حرامی را مرتکب شد و دیگران را جادو کرد این قابل بطلانه، میشه سحر او را باطل کرد. اولا با خوندن سوره های قرآنی مثل سوره فلق، سوره ناس، خوندن آیت الکرسی این تأثیر داره در بطلان سحر و جادو. بله.
دیگر صدقه دادن برای سلامتی آقا امام زمان علیه السلام به نیت باطل شدن سحر و بی اثر کردن آن، باز اثر داره. دیگر اینکه قرآن کریم میفرماد استعین به صبر و الصلاة، برای حل مشکلاتتون کمک بگیرید از نماز. نماز با توجه اول وقت این تأثیر داره در بطلان سحر و جادو. توسل به عمه خدا علیه السلام و ابتغوا الیه الوسیله، برای هر مشکلی انسان باید دست به دامن اولیاء خدا بشه، دست به دامن پاکان نزد خدای عز و جل، مقربان نزد خدای عز و جل بشه. از جمله برای بطلان سحر میتونیم متوسل بشیم به ائمه اطهار علیهم السلام. مثلا جلسه بگیریم به نام حضرت زهرا علیه السلام، جلسه بگیریم به نام امام حسین علیه السلام، طعام درست کنیم بدیم به اسم حضرت زهرا، به اسم سید الشهدا علیه السلام. اینا کارهایی که به عنوان توسل بین شیعه های اهل البیت مرسومه، این اثر داره در بطلان جادو. خوندن بعضی ادعیه، مثلا خوندن زیارت عاشورا، خوندن حدیث شریف کسا، اینها باز میتونه اثر سحر را بردارد. و همچنین دعاهای دیگری هست که انسان میتونه مراجعه کنه در حواشی مفاتیح، اونجا یک بابی هست در ذکر دعاهای در بطلان سحر و جادو. متشکرم. تقریبا 4 دقیقه فرصت داریم. بیننده پرسیدن که به کسی تهمت ناروا زده ام و الان پشیمان و خیلی ناراحت هستم و احساس میکنم اعمالم مورد قبول واقع نمیشود، چه باید کرد؟ البته تهمت زدن به افراد از جمله گناهان کبیره است که از روایات استفاده میشد که خدای عز و جل برای این گناه عذاب تعیین کرده، عذاب شدید تعیین کرده. اینجا انسان اگر به کسی تهمت وارد کرده، اولا باید توبه کنه، پشیمان بشه از این کارش، و این شخص را باید از خودمون راضی کنیم و رفع تهمت ازش بکنیم و کاری بکنیم که آبروی رفتش دوباره بهش برگرده. که روایت میفرماید حرمت آبروی مؤمن مثل حرمت خون مؤمنه. همینطوری که خون مؤمن محترمه و نباید خون مؤمن را بریزیم، نباید آبروی او را هم بریزیم. متشکرم. با عنوان آخرین سوال همین رو بپرسم از خدمتتون. سلام، آیا آتش روشن کردن روی قبر سنت دارد؟ روشن کردن چراغ بر قبور انبیا، اولیا، ائمه خدا علیهم السلام، این از نظر اعتقادات شیعیان اهل البیت علیهم السلام این خوبه، امر مستحبه، امر ارزشمندی مطلوبه، و این از مصادیق تکریم اهل البیت. ما باید بزرگان خودمون را گرامی بداریم. از راه های تکریم اونها اینه که برای اونها حرم بسازیم و حرم های اونها را با چراغ چکار کنیم؟ منور کنیم. بله، روشن کنیم و حرم های اونها را بزرگ جلوه دیم در انظار و در قلوب اهل ایمان. اما قبور آدم های عادی، مؤمنین عادی هم اگر چراغ روشن بشه سر قبر اونها، برای اینکه قرآن کنار قبرشون تلاوت بشه، دعایی کنار قبرشون خونده بشه، این هم بله جایزه و رجحان داره و ایرادی نداره. خیلی ممنونم ازتون. خیلی متشکرم. دوستان عزیز از شما هم ممنون و متشکرم. در پناه امیرالمؤمنین باشید. یا علی. حسنا.